سال 1352 با رفتن محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان به روم، یکی از اقوامش به نام محمد داوود پس از کودتا حکومت سلطنتی افغانستان رو به جمهوری تبدیل میکنه. در سال روز این اتفاق، یعنی یک سال بعد، حکومت جدید افغانستان از جمعی از هنرمندان ایرانی دعوت میکنه که به این کشور برن و در جشن و فستیوال بزرگ افغانستان شرکت کنن. با ابتکار رادیو تلویزیون ملی ایران در مدتی بسیار کم هنرمندانی داوطلب میشن که به این سفر سیاحتی و رسمی عازم بشن. تیم داوطلب از این خوانندگان تشکیل شده: گوگوش، جمال وفایی، فخری نیکزاد و چند خواننده کمتر شناخته شده به همراه ارکستر کامل که جمعاً 40 نفر رو تشکیل میدن. هنرمندان ایرانی با شرکت هواپیمایی خود افغانستان که اون موقع آریانا نام داشته به این کشور سفر میکنن. در کنار هنرمندان، تیم فوتبال صنعت نفت و تیم کشتی ایران هم در فهرست همین سفر حضور دارن. همچنین علاوه بر ایرانی ها، دولت جدید افغانستان از هنرمندان پاکستانی، هندی، چینی و عراقی هم برای شرکت در این جشن دعوت به عمل آورده. وقتی تیم هنرمندان ایرانی وارد کابل میشن، میبینن که در فرودگاه عده‌ای دختر با دسته های گل ایستادن و متوجه میشن که اینها دخترای دانش آموزی هستن که به عشق دیدن گوگوش به فرودگاه اومدن. پرسنل فرودگاه برای حفظ امنیت از نزدیک شدن اونها به گوگوش ممانعت میکنن، اما سرپرست تیم ایرانی به درخواست شخص گوگوش از مسئولین افغانستانی میخواد که اجازه بدن دخترای دانش آموز برای ملاقات با گوگوش به محل اقامتش در هتل برن. نکته جالب ماجرا اینجاست که افغانستان در اون سالها صاحب تلویزیون و رسانه تصویری نبوده و این موج محبوبیت در بین افغانستانی ها تنها با شنیدن صدای گوگوش از رادیو به دست اومده. تیم ایرانی در هتل کنتیننتال کابل مستقر میشن و پس از چند ساعت به اونها اعلام میشه که صبح روز جشن دعوتن که برای دیدار با محمد داوود، رئیس جمهور افغانستان و سران دیگر کشورها به کاخ ریاست جمهوری برن. تیم ایرانی به محض ورود متوجه حادثه غیر مترقبه میشه. رادیو افغانستان اعلام میکنه که گروهی قصد داشتن داوود رو ترور کنن، اما نقش لو رفته و ترور ناکام مونده. وضعیت کاخ تا ساعاتی غیر عادی بود، ولی دیدارها برگزار شد و جشن هم سر موقع استارت خورد. در شب اول هر کشوری 45 دقیقه فرصت هنرنمایی داشت و ایران گروه چهارم بود. رپورتاج این جشن قرار بود همون شب در رادیو ملی ایران پخش بشه. بالاخره نوبت به ایران رسید و برنامه با ارکستر ایرانی و صدای جمال وفایی و دکلمه فخری نیکزاد و تار تاکستانی آغاز شد. شخص محمد داوود، رئیس جمهور افغانستان، در صندلی جلو نشسته بود. در میدان شهر بلندگویی نصب شده بود که مردم بتونن صدای برنامه ها رو مستقیم بشنون. بعد از جمال وفایی نوبت به گوگوش رسید. با اومدن گوگوش تمام سالن به صورت یک پارچه بلند شد. حتی شخص رئیس جمهورم بلند شد و چندین دقیقه همراه با مردم گوگوش رو تشویق کرد. گوگوش در اون شب واقعا سنگ تموم گذاشت و جذابیت برنامه تا جایی پیش رفت که داوود به مدیران فستیوال دستور داد که ایرانی ها اگه میخوان میتونن تا آخر شب برنامه اجرا کنن و میشه برنامه باقی کشورها رو به شبهای دیگه موکول. صبح روز بعد گوگوش برای مصاحبه با رادیو ملی افغانستان به استدیوی اونها در کابل رفت و به عنوان هدیه به اهالی این کشور آهنگ مشهوری از بزرگترین خواننده اونها، یعنی احمد ظاهر، رو به اسم ای ساربان به صورت زنده و با لهجه افغانستانی اجرا کرد. ای ساربان
صبح روز بعد اهالی رادیو ملی ایران به سرپرستی شاهرخ نادری با حضور در بین مردم افغانستان و در کوچه بازار کابل نظر مردم این کشور رو در باب خوانندگان ایرانی پرسیدند. یکی از اتفاقات شیرین حاشیه‌ای در سفر تیم ایرانی به افغانستان گرمتر شدن روابط بین هنرمندان این دو کشور بود. در این سفر جلیل زولاند، پدر فرید زولاند که در اون روزها آهنگساز و نوازنده و البته خواننده‌ای سرشناس در افغانستان بود، آهنگی رو به گوگوش هدیه کرد. آهنگ و ترانه‌ای به اسم من آمده‌ام که پس از منتشر شدنش در ایران به سرعت نقل هر جمعی شد. بعد از این آهنگ سفر جلیل زولاند به ایران زیاد شد. در سال 53 جلیل زولاند و گلپا یک آهنگ دو صدایی رو با هم اجرا کردن و بعد از جلیل فرید زولاند راه پدرش رو در تعامل با هنرمندان ایرانی ادامه داد و آثار شاخصی خلق کرد. شکران یا حبیبی، خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. سفر اون سال هنرمندان به افغانستان زمین ساز سفر به دیگر کشورهای منطقه هم شد. سفیران هنری ایران در طول سالهای بعد تا قبل از انقلاب از پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه هم دیدن کردن. بنت شنبیه ایون رامیه حبیق من قلبیه جروح ايام ما بتعني.